توالت کلی، بعد میتونم یک مدار توپورت رو اینجوری بگم. فرض کنید مدار توپورت یک طرف است، یعنی چیزایی که اینور میذارم رو اونور تاثیر میذاره، ولی چیزایی که اونور میذارم رو اینور تاثیر نمیذاره. اگه بخوام اینو حالت کلی نشون بدم داستان چه شکلی میشه؟ ولتاژ پورت یک، جریان پورت یک، ولتاژ پورت دو، جریان پورت دو. فرض کنید با همین نمایشی که اینجوری میدم، این یک مدار یک طرفه غیر خطیه. اگه بخوام حالت کلی جریان پورت یک رو ربط بدم، جریان پورت یک به چی ربط داره؟ فقط به ولتاژ پورت یک. یک تابعی، مثلا تابع F1 از ولتاژ پورت یک. جریان پورت دو چی؟ تابعی از هم ولتاژ پورت یک هم ولتاژ پورت دو. حالا برمیگردم به همون مدار یک پورت. مدار یک پورت رو هولوش نقطه کار دیدید که میشه رفتارش رو خطی کرد، یعنی این مدار رو هولوش به ازای سیگنال های کوچیک میتونم اینجوری تحلیل کنم که بگم این سیگنال کوچیک هست، اون ویتیه دیگه نیست، این آرتی هست، و حالا چیزی که اینجاست خطی شده، یک آره مثلا اس اسی که این اندازه آره اس اس میشه چی؟ یک روی روند این تابع F به روند V در نقطه، در اون همون نقطه در VQ. درست؟ حالا VQ یا IQ فرق میکنه. به هر حال من این مدار خطی کردم و خطی شدهش گذاشتم اینجا. همین کار رو برای تقویت کننده هم میتونم انجام بدم. برای تقویت کننده هم میتونم بگم که این مدار سیگنال بزرگ این مدار رو همینجور غیر خطی حل میکنم و به یک V یک Qی میرسم و یک ویدو کیوی. حالا اگه تغییرات کوچکی اینجا داشتم تو ولتاژ وی یک، من میتونم این تغییرات کوچک رو، برای تغییرات کوچک این مدارم رو خطی در نظر بگیرم و حالا با این رابطه که اینجا دارم مثلا بگم که برای سیگنال کوچک، اینا مدل سیگنال کوچک این بود، برای سیگنال کوچک گویا این مدار اینجوری رفتار میکنه که یک رابطه خطی بین جریان و ولتاژ ورودی شه. وقتی رابطه خطی بین جریان و ولتاژ ورودی شه یعنی مقاومت. مثلا بگیم آره این مثلا. حالا آره این میشه چی؟ مشتق این تابعی که دارم در نقطه کار. روند F1 به روند V1 در نقطه کار. این رو بگیم برمیشه. در VQ1. حالا اگه دیمانسیونش آر بشه این در واقع کانداکتنس، این میشه رزیستنس. مثلا کانداکتنس رو بنویسم مهم نیست. اینجا میتونم یک رابطه برقرار کنم بین ولتاژ V1 و V2 و جریان V1 و V2، به این معنی که میشه یک آر اوت رابطه ولتاژ 2 و V2، جریان 2 و V2 رو بهم میده، یک منبع جریان مثلا بهش بگم چی؟ آر M برابر چی؟ ببخشید GM برابر V1، چون من میخوام ولتاژ رو تبدیل به جریان کنم، دیمانسیونش باید خودش هم جریانه، جنسش جریانه، این جریانه. این تقویت کننده رو با این شکلی کشیدم، تقویت کننده ترانس کانداکتنس مدل کردم، ولی میشه این GM رو ضرب در R کنین و وقت تبدیل به منبع ولتاژ بشه، هر معادل دیگه هم استفاده کنم. حالا R out چی میشه؟ مشتق این رابطه، در واقع این دوباره میتونم بس تیلور بدم، بس تیلور تابع دو جمله ای سه جمله ای همه اینا رو باید دیده باشید. اگه بس تیلور بدم، جمله اولی که تابع تغییرات کوچک ویدیو هست یه همچین چیزی میشه. یه بار دیگه آر اوت میشه روند F2 به ویدیو هولوش V1 کیو و ویدیو کیو منهای یک، و جی ام میشه چی؟ روند F2 به روند V1 هولوش V1 کیو و V2 کیو. این دیگه برعکس نداره. من هر مدار N پورت دیگه ای را میتونم اینجوری هولوش نقطه کارش خطی کنم رفتارشو و بعد
اینو مدل کنم. حالا یه جایی این رفتار خطی شده خیلی خوب بود، یعنی مثلا دامنه اگه کم بود خیلی این محدوده‌ای که خطی بود خیلی خطی بود. این تابع غیر خطی مون میتونه یک جاهایی خیلی شبیه خط رفتار کنه، مثلا اگه منحنی این شکلی بود، مثلا این شکلی بود، بعد این جا غیر خطی بود، این هول و هوش در بازه بزرگی رفتارش خطی بود. تقویت کننده مون در واقع اینجوریه. تقویت‌گاهی که تو آزمایشگاه داشتین، مثلا اگه وی او برس وی اینش رو رسمی کردین، یک جاهای زیادی رفتارشون خطیه و بعد یک باره رفتارشون غیر خطی میشه. بعد تو این بازه با تقریب خوبی این محدوده‌ای که رفتار خطی میکنن خیلی هم کوچیک نیست. ولی مثلا برای یک المانی شبیه دیود که خیلی غیر خطیه رفتارش نماییه، دیدیم که شرط خطی بودن این بود که ولتاژ دو سر دیود هم، ولتاژ سیگنال کوچیک هم، دامنه ولتاژ دو سر دیود هم خیلی خیلی از وی تی کوچیک‌تر باشه. حالا خود وی تی تو دمای اتاق 25 میلی ولت بود و فقط به ازای یک ولتاژ‌های کوچیکی رفتار خطیش خطی بود واقعا. برمیگردم به اسلاید. حالا اینو توی هوم ورکاتون تمرین می‌کنید، یه همچین چیزی رو، و بیشتر می‌بینید که چه جوری یک مدار توپرد غیر خطی رو براش معادل خطی می‌گذارید. فرض کردم مدار یک طرف است، این جزء فرض تعریف مدار یک طرف است. خیلی خب، این چیزایی بود که دیدیم. این بنا به اهمیتی که داره یکم زمان بیشتری روی میذارم، ولی خیلی مهمه. یعنی هر دفعه شما این کار رو تا آخر زندگیتون انجام میدین، هر چی تو دنیا داریم غیر خطیه، تقریب خطی براش میزنیم. برای همین این کار رو تو درس‌های دیگه، چیزایی که به مدار و الکترونیک ربط ندارم، انجام میدیم. حالا یک المان غیر خطی که تو آزمایشگاه هم باهاش سر و کار داریم دیوده، و دیود رابطه جریان ولتاژش نماییه و این کیو وی تی و کیو و کی که ثابت فیزیکی هم، این تی دمای اتاق، به این ترتیب رابطه رو میتونم اینجوری بنویسم و تنها پارامتر مهم مشخصه دیود یک آی اس میشه که بهش میگم جریان اشباع معکوس، به این معنی که اگر ولتاژ اینجا معکوس باشه، عدد بزرگ معکوسی باشه، این خیلی کوچیک میشه، کل این میشه منهای یک، و این منهای یک در آی اس میشه جریان هم، یا جریان اشباع معکوس هم. جریان وقتی که ولتاژ منفی دارم بنزه آی اس برعکس، آی اس این وریه، جریان معکوسی از دیود میذاره بنزه آی اس، به همین دلیل بهش میگم جریان اشباع معکوس. این به ابعاد دیود ربط داره و شدیداً به دما ربط داره. اینو بعد تو آزمایشگاه اندازه‌گیری می‌کنید. یه تابعیت از دما هم اینجا دارم، ولی این خیلی شدید تابع دماه، این به صورت نمایی تابع دماه و بعد باعث میشه که رابطه جریان ولتاژ دیود خیلی شدید تابع دما باشه. توی جریان‌های به اندازه کافی بزرگ مثبت، به این معنی که ولتاژ دو سر دیود به اندازه کافی از این وی تی که 25-26 میلی الکترون ولت بزرگتره، اگه تقریب بزنیم میتونم بگم این جمله ای به توان یک عدد به اندازه کافی مثبت، مثلا 40-50، ای به توان 40 که میرسه یه عدد خیلی خیلی بزرگتر از یک میشه. و خیلی وقتا تو بایاس مثبت رابطه اینجوری تقریب میذاریم، تقریب خیلی خوبی هم هست. و اگر این تقریب رو انجام بدن، دیدید که میتونیم حالا بس بدیم و جمله اول خطی این رابطه رو نگه دارم. این مثل مشتق‌گیریه، حتی جمله اولش مثل مشتق اولگیریه، و یک رابطه خطی بین سیگنال کوچیک ولتاژ دو سر دیود و سیگنال کوچیک جریان دو سر دیود پیدا کنم، و به این ترتیب به دیود تو وضعیت سیگنال کوچیکش یک معادل خطی شده نسبت بدم که مقاومته. ببینیم یه مقاومت دینامیکی دیود به شیب خط تو نقطه بایاسش، و این مقاومت دینامیکی دیود باز به این ولتاژ ترمال ربط داره که این فقط به دما ربط داره، و به جریان بایاس دیود کدوم نقطه دیود بایاس شده. به این ترتیب برام مهمه که جریان بایاس دیود رو به دست بیارم، یا خیلی وقتا
دیود رو اینجوری بایاس میکنیم که تو یک جریان خاص بایاس میکنیم، نه تو یک ولتاژ خاص. رابطه جریان و ولتاژ نماییه، یا رابطه ولتاژ و جریان لگاریتمیه. یعنی اگه من جریان رو با دقت خوبی بدونم، ولتاژ رو هم با دقت خوبی میدونم، ولی برعکسش نه. اگر ولتاژ رو بدونم و ولتاژ یک کمی عوض بشه، جریان خیلی شدید عوض میشه. و اگر عدم قطعیتی تو ولتاژ داشته باشم، شدیداً باعث تغییرات جریان میشه. به همین دلیل این رابطه رو من بر حسب جریان مرتب کردم. میتونستم بر حسب ولتاژ بنویسم، مثلا بنویسم LN یک چیزی، ولی به این دلیل این کار رو نمیکنم. به این ترتیب من دیود رو که یک المان غیرخطیه، یک بار مجبورم آنالیز غیرخطی انجام بدم توی مدار و همین رفتار نماییش رو بررسی کنم و رابطه جریان نقطه کار و ولتاژ و نقطه کارش رو به دست بیارم. ولی بعد که نقطه کار رو به دست آوردم، حالا رفتارش رو با یک خطی که مماثل بر منحنی آیویش تقریب میزنم و به یک مقاومت میرسم. و این کاری است که زیاد انجام میدیم، یعنی سیگنال کوچیک رو اینجوری تحلیل میکنیم، یک مدار خطی شده که خیلی آسونه، ولی سیگنال بزرگ رو مجبورم براش یک آنالیز غیر خطی انجام بدم. حالا توضیحاتی که هفته پیش دادم، جلسه پیش دادم، ولی هنوز این مشکل برامون باقی میمونه، یعنی یک مدار غیر خطی رو باید حل کنیم. این مدار غیر خطی رو، حالا نکته اینجاست، از اینجا به بعد باید یاد بگیریم که این مدار غیر خطی رو تو هر بازه‌ای چه تقریبی بزنیم که نه کارمون خیلی سخت باشه، نه هم خیلی جواب بی ربطی به دست بیاد. یعنی یه ترید آف بین سادگی و دقت تقریبمون. اگه منحنی نمایی رو اینجا بکشیم با همین یک IAS معقولی برای یک دیود مثلا مفروض در آزمایشگاه، هولوش جریان‌های میلی آمپری معقول، مثلا 4 میلی آمپر، ولتاژ دو سر دیود میشه 0.6 مثلا 8 7 0.6 7 و یه حسی داریم که ولتاژ دو سر دیود حدوداً چقدره تو جریان میلی آمپری. مثلا اگه جریان قراره مثلا یک مقداری میلی آمپر باشه، ولتاژ دو سر دیود هم هول و هوشه مثلا 0.6 0.7 دیگه کم هم بشه 0.5. من جریان اگه ولتاژ 0.5 بذارم، جریان دیگه خیلی کوچیکه. مثلا از 0.6 شروع کنه جریان به رنج میلی آمپر رسیدن و بعد خیلی شدید زیاد میشه. مگه به جریان‌های آمپری و اینا هم نرسم، جریان ولتاژ دو سر دیود هم میتونم بگم هولوش همین 6.7 میمونه اگر بخواد جریانش تو رنج میلی آمپر باشه. به این ترتیب این یه حسی بهم میده، خیلی مهمه، یه حسی بهم میده که ولتاژ دو سر دیود مستقل از اینکه جریانش حدوداً چقدره، ولتاژش تو این رنج هست. حالا خیلی وقتا ولتاژی که تو مدار داریم خیلی از این بزرگتره، مثلا تغذیه‌مون 10 ولت 20 ولت و اینا، خیلی وقتا ولتاژ دو سر دیود رو بگیرین 6 دهم 7 دهم، با اینکه بگیرین 0 خیلی فرق نمی‌کنه. حالا جلوتر این کارو انجام میدیم و بعد می‌بینیم. به این معنی شاید این رفتار، این خط نمایی کم رنگ‌تری که اینجا کشیدم رو تقریب بزنیم با یه همچین خطی، خیلی کار بدی نکردیم. یعنی میگیم یک جاهای دیود جریان خیلی کوچیک ازش می‌گذره، IS هولوش از پیک آمپر هست تا مثلا نانو آمپر، فرض کنید دیودایی که دیسکریت دارین، و این جریان پیکو نانو آمپری رو در مقایسه با هر چی جریانی تو مدار دارم که احتمالاً میلی آمپریه صرف نظر می‌کنم. و بعد ولتاژ دو سر دیود، اگر قرار جریان میلی آمپری ازش بگذره، ولتاژ دو سرش هول و هوش همین 6.7 من در واقع این رابطه نمایی رو با دو تا قطع خط تقریب زدم. میتونستم تقریب قطع خط هامو توی یک بازه بهبود بدم، این باز توی یک بازه خاصه. اگر خیلی دور بشین دوباره این تقریب خیلی بد میشه. توی یک بازه میتونستم بهبود بدم که اینو به جای یک خط عمود، یک خط با یک شیب خاص در نظر بگیرم. و اگر زوم اوت میکردم و این منحنیم هرچقدر میومدم بیرون این خطه به این نزدیک تر میشد، شاید حتی کافی بود که
اینو با همون دیود ایدئالی که تو درس قبلی هم مدل کردیم مدل کنیم و خیلی اتفاق خاصی نمیفته. این به این معنیه که اگه محدوده ولتاژ هم خیلی بزرگتر از این 6.7 بود، به این معنی که اگه زومات کنم تو این شکل، اون وقت اصلا مهم نیست که خط رو اینجا بذارم یا اینجا، خیلی وقتا مهمه. حالا اگر اینو این رابطه آی وی رو اینجوری با یک دیود ایدئال بغلش هم می‌ذارم ایدئال مدل کنم، من می‌تونم برای اونها مدار معادل بگذارم، یعنی اون اولی که رابطه شبیه همین دیود ایدئال بود، فقط یه شیفت داده بودم به اندازه 6.7 ورتر رو می‌تونم با یک دیود ایدئال که سری شده با یک منبع 6.7 مدل کنم. حالا به این ولتاژ روشن شدن دیود، یعنی این ولتاژی که وقتی جریان میلی آمپری میگذره ولتاژ دو سر دیود هست تقریبا، حالا کتاب ها اسمای مختلف میذارن، بعضی ها میگن وی آن، بعضی ها میگن وی گاما، حالا مهم نیست، تو هومورکاتون هر جا دیدین این ولتاژ فرض همین ولتاژی هست که جریان میلی آمپری که میگذره حول و حوش این ولتاژ دو سر دیود میفته. و این یکی رابطه که اینو با یک قطع خط با شیب صفر و بعد با یک شیب معلومی تقریب میزد، دوباره شبیه اینه، اینو توی هومورکاتون هم شبیهش انجام دادین، این معادل این قسمتش که شیف پیدا کرده تا اینجا شبیه اون سری این دوتاست و بعد اگه با یک آر سری کنم شیف این خط از بی‌نهایت تبدیل به آر میشه. حالا سوال این بود که این دیود رو چجوری بایاس کنم که مطمئن شم مثلا جریانی که ازش میگذره 1 میلی آمپر مثلا یا 5 میلی آمپر هر عددی که دلتون میخواد. یکی از آپشنامون این بود که بریم یک جریان 5 مثلا منبع جریان 5 میلی آمپری بردارم اینجا بذارم، یا هم که برم حساب کنم که تو رابطه ولتاژ جریانش دقیق، اصلا نه تقریبی، تقریبی که هیچی بهم نمیده، تو رابطه نمایی برم دقیقا ببینم 5 میلی آمپر متناظر چه ولتاژیه، مثلا میشد 0.655 مثلا برم دقیقا یک منبع ولتاژ 0.655 بردارم و این اینجوری بایاسش. حالا صحبتی که میخوام بکنم اینه که اولی خوبه و دومی بده. یک دلیل سادهش اینه که اگر من اون جریانه به هر حال منبع جریان که دارم تنظیم میکنم خودش یه دقتی داره، مثلا 5 میلی آمپر میتونست 5.1 بشه، میتونست 4.9 بشه مثلا، اگر این اتفاق میافتاد این نقطه به جایی که اینجا باشه میومد اینجا یا میومد اینجا. اما ببینید اگه منبع ولتاژ هم دقت نداشت، یعنی به ازای 0.555 مثلا هم 0.1 اختلاف داشت، مثلا میشد 0.7 یک چیزی اینجا یا 0.5 یک چیزی و جریان یک دفعه، تو اسلاید قبلی که دقیقا رابطه نمایی رو کشیدم، جریان یک دفعه مثلا میشد 0 یا میشد مثلا خیلی 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 آمپر. این تنها دلیل نیست، یک دلیل دیگه هم هست، حتی اگر بتونم منبع ولتاژی بسازم که تا این رقم اعشار دقت داشت، تا 3 رقم نه، تا 4 رقم 5 رقم دیگه خیالم راحت بود یا نبود، میتونستم منبع جریان اینو اینجوری بایاس کنم اگر ولتاژم دقیق بود. یه بله یا نه ای بگیم چی؟ ظاهرن میتونستم، گفتم تو این رابطه یک چیزی هست که خیلی تابع دماست، چی بود؟ خیلی شدید، نمایی هم تابع دما بود، یعنی مثلا 10 درجه شما عوض کنین IIS مثلا 10 برابر بزرگتر یا 10 برابر کوچکتر میشه. اگر اینجوری باشه به ازای یک ولتاژ ثابت جریان 10 برابر بزرگتر میشه 10 برابر کوچیک مثلا فرض کنید. اگر دما شما اگر یه همچین چیزی رو اینجوری بایاس میکردین، اون وقت باید یه دستگاه کنترل دما با دقت زیاد هم کنار دیودتون میذاشتین که دما رو با دقت زیادی کنترل کنه که بایاسش تکون نخوره، و چون یه همچین کاری نمیتونیم بکنیم اینجوری، حتی اگر با دقت خوبی هم بایاس کنین، مثلا اگر تو دمای مثلا دوای اتاق 25 درجه بود رابطه جریان ولتاژ دیود اینجوری باشه، اگه دما تبدیل بشه به 26 درجه جریان اینجوری میشه، اگه دما بشه 24 درجه رابطه جریان ولتاژ اینجوری میشه، مقدار IIS عوض میشه و به این ترتیب شما که ولتاژ رو فیکس کردین جریان شدید داره عوض میشه.
با یک درجه تغییر دما جریان داره شدیداً عوض میشه. ولی اگه جریان رو فیکس میکردین اتفاق خاص عجیبی نمیفته. حالا ولتاژ دو سر دیود به اندازه خیلی کمی عوض میشد، چون اصلا رنج تغییراتش خیلی کم و اتفاق نمیفتاد، ولی جریانش اصلا فیکس شده بود از قبل. و یه اتفاق مهم دیگه هم که میفته، شما اگر ولتاژ معکوس دو سر دیود رو هی زیاد و زیادتر کنی، البته آی وی این شکلی، این رابطه نمایی این شکلی بود، جریان ثابت توش با معکوس برمیداد، یه جریان نمایی. شما اگه ولتاژ معکوس دو سر دیود رو زیاد و زیاد تر کنین، بسته به دیودهای مختلف، یک دیود توی 3-4 ولت، یک دیود توی مثلا 20-30 ولت، دیودهایی تو قدرت استفاده میکنن توی چند صد ولت، این شروع میکنه شکستن. شکستن به این معنی که این جریانش تا ابد جریان کوچکی نخواهد بود و یک دفعه شدیداً زیاد میشه هم تقریبا با شیب خیلی بزرگی، یعنی دیگه ولتاژ دو سرش تقریبا ثابت میمونه. به این ولتاژ تقریبا ثابتی که اون وقت جریان معکوس خیلی بزرگی از دیود رد میشه، جریان اینوری خیلی بزرگ، میگم ولتاژ شکست. حالا این دوره از مشخصه های مهم دیوده. حالا چون فیزیک دیود رو ندیدیم، یه ویدیو میفرستم براتون که یکم راجع به اینکه دیود چجوری کار میکنه ببینیم. باز از تفاوت‌های دنیای قدیم با دنیای جدید اینه که ما در دنیای قدیم اول دبستان هم بمون، اول مثلا حروف رو یاد می‌دادن، بعد جور مثلا بعد بخش می‌کردی، بعد می‌نوشتی. درس هم که ما می‌دادن از الکترون و اینا شروع می‌کردن وقتی این درس رو می‌دادن. حالا اینجوریه که از مثلا تقویت کننده شروع می‌کنی، بعد میگن که اینجوریه. بعد کم کم باید برین توش ببینین الکترون مثلا چه جوری کار می‌کنه. همه چیز اینجوریه، یعنی دبستان هم اینجوری احتمالاً آموزش دیدید، الان هم این شکلیه. خیلی با آموزش های قبلیتون حداقل تناقضی نداره، ولی قراره بعداً یه جایی بفهمین که به هر حال این چرا اینجوریه. فعلا اینو به عنوان یک المان مداری میبینین، هیچ چیزی که چه اتفاقی توش میفته فعلا شاید نمیدونین، ولی قرار نیست تا آخر اینجوری باشه. خیلی خوب، یک ولتاژی در یک ولتاژی میشکنه. فرض کنید من اینو میدونم و این مشخصه رو مثلا تو دیتا شیتش خوندم، مثلا کاری به این که چرا میشکنه ندارم، ولی دیودهایی هست که این ولتاژ شکست معمولا عددهای کوچکیه و یک ولتاژ خیلی خیلی مشخصه. اینا رو بعدا میتونم از این استفاده کنم. مثلا اگه یک جایی ولتاژ دقیقاً 3.3 ولتی خواستم، میتونم یک دیودی بردارم که دقیقاً توی 3.3 ولتی میشکنه. معمولاً دیودهایی که توی ولتاژهای پایین میشکنن و بهشون میگن زنر دیود، نمایش اینجوری هم استفاده میکنن، چون بیشتر به جایی که این دیود رو تو این ناحیه استفاده کنن، تو همون ناحیه شکست معکوسش استفاده میکنن و معمولاً برای ساختن یک ولتاژ مشخص. یعنی اگر اینو جریان اینوری ازش بگذرونم، اون وقت مطمئنم ولتاژ دو سرش ولتاژ شکستشه. این مکانیزم شکستی که دقیقاً مشخص تکلیفش چیه با مکانیزم شکست هایی که توی ولتاژ های بزرگ اتفاق میفته متفاوته. مثلا دیودی که تو 15 ولت میشکنه خیلی، نه همه، مکانیزم شکستش دیگه زنه نیست و اون 15 ولت هم چیز مشخصی نیست. بعضی وقتا 14.9، بعضی وقتا 15.1، به خیلی چیزا ربط داره، به دما و اینا ربط داره. ولی این زنر دیوده چون یه پدیده کوانتوم مکانیکیه، اتفاق شکستی که توش میفته هیچ ربطی به دما نداره و یک ولتاژ حتی ربط داره و تقریبا خوبی ربط نداره، یک ولتاژ ثابت خیلی خوبی بهم میده. حالا بعدا از این استفاده میکنیم، ولی فعلا من رابطه آی ویم تا ابد و دهر اینجوری نیست. یک جایی میشکنه تو ولتاژ های منفی خیلی بزرگ میشکنه و اون جایی که میشکنه رفتارش رو تقریبا اینجوری مدل میکنم. حالا خیلی برام نمیشکنه، آره سالم میمونه تا وقتی که دوباره انقدر ضرب جریان در ولتاژ، یعنی توانی که تلف میکنه انقدر زیاد بشه که یه چیزی ذوب بشه اونجا. این اگه خیلی زیاد کنین ضرب جریان ولتاژ زیاد میشه و میسوزه، از یه جایی به بعد میسوزه. اینجا میشکنه، یه فرآیند برگشت پذیره این شکست. سوالی هست؟ خصوصا این زنر دیود اگه خراب میشد ما زنر دیود نمیتونیم استفاده کنیم. دارم میگم همیشه روی این خط داره ازش استفاده میشه.
ولی برای دیوتای معمولی نه. حالا یه هومورکی دارین که هومورک خیلی خوبیه تو این سری 4 هومورکاتون، مثلا ازتون خواسته که دو تا دیود اینجوری رو که ولتاژ شکستاشو میدونین و با هم مثلا سری موازی کنین تو حالتهای مختلف رابطه آی ویشو به دست بیارین. فرض کنید من دو تا دیود دارم، دیود 1 دیود 2، یک رابطه آی 1 بر حسب وی 1 دارم، یه رابطه آی 2 بر حسب وی 2 دارم. حالا فرض کنید دومی رو رنگ دیگه ای ندارم ولی با خچی میکشم، دومی رو مثلا این یه آی اسی داشته اینجوری بوده، یه ولتاژ شکست 1 داشته وی 1 مثلا، دومی یه آی اس بزرگتری داشته، آی اسش اگه بزرگتر باشه اینجوری میشه، درست؟ اگه آیس بزرگتر باشه به ازای ولتاژ های مساوی جریان بزرگتر میشه، هم تو بایاس مستقیم هم تو بایاس معکوس. و حالا فرض کن یه ولتاژ شکست دیگه ای داره، مثلا ولتاژ شکست بزرگتری داره، میتونه کوچیکتر باشه، خیلی فرق نمیکنه، مثلا این یکی تو ویدو میشکن. حالا مثلا محصول سری شدنشون رو میتونیم بکشیم، میتونیم بکشیم. وقتی این دوتا سری میشن در جریان های مساوی ولتاژ ها با هم چی میشن؟ جمع میشن، یعنی وی دو سر دیود هم میشه وی یک به اضافه وی دو. حالا ببینید اینو میتونم نقاشی بکشم یا نه. من تو جریان های مساوی یه سری خط میکشم، اینو با این جمع میکنم، اینو با این جمع میکنم، میشه چی؟ اینجا میشه مثلا همین نمایی، اینجا ها میشه چی؟ تو این بازه ای که از اینجا تا آی اس یک دارم و تقریبا خیلی شدید این خط آبیه تعیین میکنه، قبول دارین؟ خط آبیه تعیین کنه، مجبورم اینجا اغراق کنم، مثلا فرض کنید اسکیل، این اسکیل پایینی با بالایی فرق داره، چجوری میکشن؟ اینجوری خب زوم میکنم اینجا برای که بتونم نقاشی بکشم. این شروع میکنه جریانی ثابت میشه، میشه آی اس یک. تو تمام این بازه این خط مشکیه خیلی کوچیکه و این شدیداً داره بزرگ میشه تا برسم به چی؟ به ویه. به ویه که برسم حالا تغییرات این هول و هوش صفر این مشکیه مهم میشه و بعد دوباره مشکیه سریعاً ثابت میشه. مشکیه ثابت میشه، مقدارش میشه آی اس دو. درست؟ ثابت میشه تا دوباره برسم به ولتاژ وی دو، به ولتاژ وی دو که رسیدم دوباره میشکن. این مدار معادله به این درد میخوره که مثلا اگر ولتاژ شکست اینجا مثلا اگر 10 بود این یکی 15 بود، اگر یه ولتاژ 12 ولتی اینجا میذاشتم این وری جریان که از این میگذشت چقدر بود؟ آیا S2 بود؟ درست؟ چی؟ نه دیگه تو ویدیو میشکنی چرا؟ چی؟ گفتم اگر ولتاژ بزرگتر از V1 میذاشتم مثلا 10 اینجا یه جای اینجا ها میذاشتم، این جریان این تو این لحظه میشد IS2. مثلا اگر 12 میذاشتم اینجا من میتونستم جریانی رو دقیقاً کلم بگم چقدر. حالا قرار بود یک معادله غیر خطی رو حل کنیم و حالا کم کم قراره یه حسی داشته باشیم که این معادله غیر خطی تا چه اندازه دقت براش مهمه و تا چه اندازه تقریب قابل اجراست. فرض کنید رابطه جریان ولتاژ دیود هم این رابطه سبز است، رابطه نمایی که اینجا کشیدم، و یک معادله خط بار دارم که این نماینده تمام مدارهای خطی دنیاست، یعنی هر مدار خطی داشته باشم به هر حال یک همچین چیزی داره، یعنی همچین رابطه بین جریان ولتاژ شده و از تقاطع این دو تا خط قراره این مدار حل بشه، یعنی پیدا کنم که ولتاژ سیگنال بزرگ، اینو باید وی بزرگ می‌نوشتم یا آی بزرگ، وی بزرگ دی و آی بزرگ دی اینجا چجوریه؟ البته تو این مدار چون سیگنال کوچیک ندارم وی بزرگ و آی بزرگ یکی هست، اینجوری هم درست میشه. خیلی
فرض کنید که من دنبال پیدا کردن نقطه تقاطع اینجا و در واقع باید بشینم یه همچین معادله حل کنم، یعنی اون رابطه بالایی رو بذارم تو پایینی، یک معادله لوگاریتمی یا نمایی باید بر حسب وی او آی حل کنم، درست؟ و اگه جریان داشته باشم از رابطه بالایی دقیقا میتونم بگم به ازای اون جریان چه ولتاژی دو سر دیود بود، یعنی دیودی که اول ولتاژ دو سر صفر گرفتم مثلا الان شد 0.5 و این 0.5 تو رابطه پایین بذارم به یک آیدی جدیدی میرسم، قبول؟ و اگه یه آیدی جدید تو رابطه بالایی بذارم به یک ویدی جدید میرسم، مثلا 0.5 شد 0.5 بذارم پایینی، خیلی سریع این همگرام میشه به اون جوابی که باید بشه، خیلی سریع. حالا الان ببینید چرا. فرض کنید که عددا اینجوریه، این ویدید این 5، این 5 ولت هم عدد زیاد تکرار میشه به خاطر که تو مدار منطقی احتمالا گیت های تی تی ال میخونید یا تو درس قبلی دیدید که ولتاژ تغذیه اونا 5 ولت استاندارد 5 ولت روی منابع سیگنالتون تو آزمایشگاه هم احتمالا اون خیلی وقتا اشتباه وصل کردین به اون کناری اون که نوشته تی تیه و همیشه یک ولتاژ مربعی 0.5 ولت میگرفتید و بعد مثلا عوض نمیشده. این 5 ولت به هر حال یه عدد استاندارد. این مقاومت اینجا هم فرض کنید 1 کیلو اوم، این دیگه استاندارد نیست، فقط برای سادگی ضرب و تقسیم ساده میشه. آیس دیود هم فرض کنید 5 × 10^14 آمپر بوده، یک دیود کوچکی بوده. وقتی آیس کوچیکه یعنی دیود مثلا تو مدار مجتمع بوده، یک دیود خیلی کوچیک بوده. هر چقدر ابعاد دیود بزرگتر بشه، سطح مقطعش بزرگتر بشه، آیس هم بزرگتر میشه. و دمای اتاق هم یک جوری بوده که وی تی 26 میلی ولت بوده. اینو با روش سعی خطا میخوام حل کنم. گفتم انتخاب اول اینه که تو این رابطه چندانم مهم نیست وی دی چقدر، صفر میگیرم، یعنی وی دی ولتاژ دیود هم خیلی از وی دی کوچیک‌تره. در واقع من این نقطه رو پیدا میکنم، اون نقطه رو که پیدا کنم این نقطه میشه 5 میلی آمپر با همین عددی که اینجا گذاشتم. این 5 میلی آمپر رو بذارم تو رابطه بالایی یک وی دی بهم میده، تو رابطه نمایی یک ویدی بهم میده که میشه 0.658. ولی این 0.658 رو بذارم تو این رابطه جریانی بهم میده که یکم از این قبلیه کوچیک‌تره، میده 4.35. بعد اینو این جریانه رو بذارم تو رابطه نمایی با آیسی که معلومه میشه انقدر. و میبینید کم کم اختلاف اینا خیلی خیلی شدید کم میشه و جریان هم دیگه با جریان قبلی توی رقم سوم اعشار فرق داره. میتونین این بار این کار انجام بدین و خیالتون راحت باشه که جریان تو با تقریب خوبی همین 4.349 ادامه بدین، هیچ اتفاق نمیاد. این اگه گرافیکی بخوام بگم چه کار کردم، من اول فرض کردم ولتاژ دو سر دیود صفره، خب بعد اینو تو رابطه بالا قرار دادم میرسم به این نقطه، قبول دارین؟ و بعد اگر اینو بذارم تو رابطه بعدی از اینجا میرسم به این نقطه، یعنی حالا جریان گذاشتم و حالا اگه این ولتاژ بذارم تو رابطه بالایی میرسم به این نقطه. من میتونم حدس بزنم که با یک بار دو بار ترای کردن به این جواب آخر میرسم و هر چقدر اینو ادامه بدم دیگه هم تو همین نقطه خیلی سریع همگرا میشه. این سریع همگرا شدن یا نشدن رو به طبیعت این رابطه ربط داره، یعنی یک رابطه خطی تقاطعش با یک رابطه نمایی خیلی شدید همگرا میشه. اگر اینها زاویه اندکی با هم داشتن شدید همگرا نمیشد، دو تا منحنی بودن که، ولی طبیعت این دو تا رابطه باعث میشه اینا خیلی شدید همگرا. حالا نقطه ها رو اگه نشون بدم، من از این نقطه شروع کردم، نقطه بعدیم رسید به اون نقطه آبیه و بعد تکرار دوم منو رسون تقریبا به جواب، خیلی شدید سریع به جواب رسیدم. حالا چیکار میکنیم؟ یک مدار خطی رو، یک مدار غیر خطی رو یک بار تحلیل سیگنال بزرگ انجام میدم، یک رابطه غیر خطی حل میکنم. برای حل کردن سیگنال بزرگ هم دیدیم خیلی وقتا میتونیم تقریب بزنیم رابطه جریان ولتاژ دیود، تقریب سیگنال بزرگ میزنم، از این نقطه کار رو به دست میارم، بعد تو نقطه کار خاص میرم تحلیل سیگنال کوچیک حالا خطی شده انجام میدم. همین کار رو میخوام انجام بدم. فرض کنید یک دیود اینجوری دارم، یک تقسیم ولتاژ که نمیشه گفت، یک مدار اینجوری دارم بین یک دیود و یک مقاومت، ولتاژ ورودیمو اینجوری اعمال کردم، ولتاژ ورودیم هم یک مقدار دی سی داره هم یک مقدار ای سی،
مثلا اطلاعات هم تو اینه، اینم برای بایاس کردنه، اسمش هر چی میخواییم بذاریم، این ولتاژ بایاس همه، اینم که اطلاعات توشه. من اول میام یک تحلیل بایاس میکنم، تحلیل سیگنال بزرگ میکنم، ببینم جریان دیودم چقدره به ازای این ویسه، و بعد فرض میکنیم همیشه که این سیگنال کوچیکمون به مراتب از سیگنال بزرگمون کوچیکتره. اگر بدونم ولتاژ اینجا وی صفره، جریان دیود میشه چی؟ یک دیود دارم، ولتاژ اینجا مقدار ثابت وی صفره، یک دیود دارم و بعد یک مقاومت آر. جریان بایاس دیودم میشه چقدر؟ جریان که از این میگذره. یک KVL میتونم اینجا بنویسم. اگه ولتاژ اینجا وی صفر باشه، ولتاژ اینجا تقریبا مثلا همون 6 دهم 7 دهم باشه. حالا برای که پارامتری بگم اسم می‌ذارم وی گاما. اگه ولتاژ این دو سر وی گاما باشه و این وی صفر باشه، میتونم بزنم وی صفر منهای وی گاما تقسیم به چی؟ آر. این جریانی هست از دیود میگذره. حالا اگه بدونم جریان دو سر دیودو، بعد میتونم برای دیود برم مدل سیگنال کوچیک بذارم تو قسمت بعدی. ولی فعلا خیلی هم فرقی نکرد، تو اسلاید قبلی دیدیم اگر این وی صفر خیلی بزرگتر از وی گاما باشه اتفاق خاصی نمیفته. این تقریبا فقط وقتی بد میشه که چی؟ این تقریب فقط وقتی بد میشه که وی صفر بشه هول و هوش وی گاما. توی اون مدار قبلی هم اگر وی دی دی، یک KVL اینجا نوشتم، در واقع این جریان دیود هم میشه وی صفر منهای وی گاما تقسیم به آر، این رو بردم اون بر. اگر وی دی دی خیلی به وی گاما نزدیک بشه، یعنی شیب خط هم اینجوری بود، حالا این دوتا خط موازی دارن تقریبا هم دیگر قطع میکنن، با همین روش تکرار اگه برین سری همگرا نمیشه و خیلی مهمه که ولتاژ سر دیود رو دقیقا چقدر بگیریم. ولی با فرض اینی که وی صفر به اندازه کافی از وی گاما بزرگتر هست، این صورت کسر خیلی با تغییرات وی گاما که با مثلا دما عوض میشه، با چیزهای مختلف عوض میشه، عوض نمیشه. با تقریب خوبی میتونم اینو وی گاما بگیرم و KVL بنویسم و جریان بایاس دیود به دست میاد. وقتی جریان بایاس دیود به دست اومد، تو اون جریان خاص من میتونم معادل سیگنال کوچیک خطی شده برای دیود استفاده کنم. و حالا برای مدار سیگنال کوچیکم دیگه این سیگنال بزرگتر ندارم. تنها چیزی که دارم برای معادل سیگنال کوچیک مدارم یک سینوسیه با دامنه وی آی هت. اینجا یک مقاومت خطی شده دارم که از روی جریان بایاسش به دست آوردم مقاومتش چقدره، و بارم هم که خطی بود خطی میمونه. و حالا دامنه ولتاژ سینوسی که اینجا هست یک ربطی داره، یک تقسیم مقاومتی از دامنه ولتاژ سینوسی که اعمال کردم. نهایتاً جمع آثار استفاده میکنم و اگر بگن وی آوت چقدر، میشه وی آوت دی سی به اضافه وی آوت ای سی. برمیگردم به مدار اول. مدارم ولتاژ ورودیم هم یک مقدار دی سی داشت، هم مقدار ای سی. این مقدار دی سی باعث میشه که مقدار دی سی اینجا درست بشه که این آی دی زب در آره میشه وی صفر میه گاما، اینو زب در آر کنین میشه این. و بعد یک مقدار ای سی داره که دامنه مقدار ای سیش به دامنه مقدار ای سی ورودی و یک نسبت تقسیم مقاومتی ربط داره. حالا احتمالاً ساده ترین مداری بود که میشد اینجوری مثال زد، ولی انتا المان دیگه دیودی هم توی مدار باشه، من میتونم جریان نقطه کار همه دیودها رو استخراج کنم و برای اونا معادل بذارم، معادل سیگنال کوچیک. فرض کنید حالا مدارم این شکلیه یکم. چی؟ اینو برای سیگنال کوچیک اصلا تو نقطه کار من گفتم یه هر مدار غیر خطی رو، هر مدار غیر خطی رو هول و هوش نقطه کارش با یک خط تقریب میذارم. این شیب خط بود در واقع. اینو چون سه تا اسلاید قبل به دست آوردم، شیب خط همیشه برای دیود میشه این وی تی تقسیم به آی. اینو گفتم برای حفظ کردنش هم تنها ولتاژ ذاتی که برای دیود داریم این همین ولتاژ ترماله. این تنها ولتاژیه که میتونم تقسیم کنم به تنها جریان که جریان نقطه کاره و یک چیزی دیمانسیون مقاومت از توش در بیارم. این فعلا یک گفتم، یه بار گفتم چیه تو ساده است، فرض کنید نیست. این
گفتم دیگه اگر رنج جریان ها میلی آمپری باشه تو مثال عددی زدیم اینجوریه. چی؟ خب این مثال عددی رو برای همین زدم که بعداً بتونم اینو بگم. مهم نیست. دارم میگم مهم نیست جریان چیه. شما جریانتون هر چی باشه ولتاژ دو سر دیودتون شما جریانتون هر چی باشه ولتاژ دو سر دیودتون یک چیزی بین 6 دهم 7 دهمه. دیودهایی که ما تو آزمایشگاه داریم که آیا اس معقول این رنجی داره که ما باهاش کار میکنیم و تقریبا با تقریب خوبی هر دیودی. اگه این سنباشه جریان به شدت کوچکه و اگه بدونم جریانم به شدت کوچک نیست میتونم بگم ولتاژ 6 دهم 7 دهمه. اگه جریانی از دیود میگذره که به شدت کوچک نیست 6 دهم 7 دهمه. و تو مدار قبلی میتونم بگم جریانی هست که از دیود میگذره که به شدت کوچک نیست. کجا رفت؟ توی این مدار به هر حال یه ولتاژ دی سی نسبتاً بزرگ اینجا دارم. این باید بین این آر و دی تقسیم بشه. یعنی جریان که از دیود میگذره با جریان آر باید یکی باشه. و اندازه آر هم اگر مثلا چند صد مگا اوهم بود اون وقت جریان خیلی کوچیک بود. اون وقت این ولتاژ هم احتمالاً مثلا به جای 6 دهم 7 دهم مثلا 4 دهم بود. خب ولی اگه جریان عدد معقولی باشه این ولتاژ هم تو همون رنجی که میذاره. تو کل داستانم تفاوت چندان ایجاد نمی‌کنه. اگر این 14 هم باشه یا نیم باشه یا 17 هم باشه این مثلا 10 ولت 10 منهای 14 هم با 10 منهای 17 هم خیلی فرقی نمی‌کنه. درست؟ خب اونو پارامتری نوشتم، اینو حالا عددی گذاشتیم. یک ولتاژ نمی‌دونم من ولتاژ اینجا دارم، یک مقدار دی سی داره و یک مقدار ای سی خیلی کوچکتر، 10 مرتبه کوچکتر، یعنی خیلی خیلی کوچکتر برای ما. یه دیود دارم که صورت مسئله گفته وی گاماش 7 دهمه، به این معنی که دیگه نباید خیلی فکر کنید، یعنی صورت مسئله گفته این در وقتی ازش جریان مثبتی میگذره ولتاژ دو سرش تقریبا 7 دهم. اول یک بایاس دی سی انجام میدم. بایاس دی سی رو لازم دارم برای که بتونم نقطه کارمو به دست بیارم، ببینم مدارم هولوش چه نقطه‌ای باید خطی کنم و بعد میرم مدار سیگنال کوچیک تحلیل میکنم. برای بایاس دی سی به جای این چی بذارم؟ یک منبع ولتاژ 7 دهمی، طرف آنودش 7 دهم از کاتودش بالاتره، یعنی یک منبع 7 دهمی اینجوری 7 دهم این ور از این ور بیشتر. با گذاشتن این توی مدار میرم آنالیز دی سی تحلیل میکنم. حالا به جای وی اس چی بذارم؟ فقط مقدار دی سی شو میذارم دیگه. دارم آنالیز دی سی میکنم. مدار معادل دی سی این مدارم این میشه. یک منبع 1 ولتی، این بقیه که همه خطی هست عوض نشده، فقط به جای این المان غیر خطیم رفتار هر رفتاری که تقریب میزنم براش میذارم. حالا تقریبی که برای دیود میزنیم اینه. اگر المان دیگه بود یه کار دیگه اش میکردم. خب این مدارم درس قبلی یاد گرفتین حل کنیم انشاءالله. حالا حل کنیم یه همچین چیزی میشه. میتونیم برای این و این معادل بزنیم با این، مثلا معادل همه این ستا اینجوری میشه. وقتی اینجوری یه لوپ بیشتر نمیشه، کیویل راحت میتونم بنویسم. آیدی که به دست میاد برای دیودم، من دنبال جریان دیودم، یعنی جریان شاخهای دیگه اصلا برام جذابیتی نداره. جریان دیود رو به دست بیارم کافیه. جریان دیود هم میشه 6 و خورده ای میلی آمپر. این رنج جریان ولتاژ هایی که با همین عددا کار میکنیم دوربر میلی آمپر. تو آزمایشگاه دیدین مثلا جریان نانو آمپری رو احتمالاً اندازه گیری هم نمیتونید بکنید. و جریان های آمپری و اینا مربوط به یک درس دیگه ای میشه. خیلی خوب. اگر بدونم جریان 6 میلی آمپره، مثل اینی که مقاومت سیگنال کوچیک دیودم این که 25 میلی ولته یا 26 میلی ولته، 26 میلی ولت رو تقسیم به 6 خورده میلی آمپر کنم میشه 3.9 دهم اوم. یعنی به صورت سیگنال کوچیک دیودم شبیه یک مقاومت، این شیب خطی که اینجا به دست آوردم،
که به خطی که اینجا به دست آوردم شبیه یک مقاومت 4 اوهمی عمل میکنه. حالا میرم مدام معادل سیگنال کوچیک رو میکشم. اگه مدام معادل سیگنال کوچیک رو بخوام بکشم به جای این منبع چی میذارم؟ 1/10 سینوس امگا تی. این که خطیه، این خطیه، این خطیه، به جای این چی میذارم؟ 0. سیگنال کوچیکش مقداری نداره. و به جای دیود چی میذارم؟ یک مقاومت انقدی. حالا یک مدار سیگنال کوچیکی دارم که این شکلیه. حالا این 200 اوم و 300 اوم هم چون قبلا معادل کردیم میدونم موازی اینا میشه 120 اوم، اونم 100 اوم، این که 1/10 ولت. حالا فقط دامنش کشتم، سینوس امگا تی رو نکشتم. پس این ولتاژ که اینجا میفته میشه چقدر؟ 3.9 تقسیم به جمع این مقاومت ها ضرب در این 1/10 تقسیم مقاومتی میشه. من فقط سیگنال کوچیک ها رو میکشم دیگه. فرض کنید جمع آثار یک بار دی سی ها رو حساب کردم، اگه یک بار دیگه حساب کنم انگار دی سی ها رو دو بار حساب کردم، درست؟ و حالا ولتاژ دو سر دیود پس میشه چقدر؟ اگه بگم ولتاژ دو سر دیود چقدره، چقدره؟ باز جمع آثار استفاده میکنیم. یک مقدار دی سی داره دو سر دیود که تقریبا 0.7. اگه بگم وی او چیه، وی او میشه چی؟ 0.7 به اضافه چی؟ 1.75 میلی ولت سینوس امگا تی. اگه سوال امتحان بود بعد اینجوری بنویسین. خب؟ نباید بگین که رو برگه نوشتم مثلا. خودتون بعد میرفتین جمع میکردین. این منفی باشه. چون ویدی که گذاشتم عکسه. سوالی هست؟ اگر انصد تا دیود داشت باز همین کار رو بهش میکردم، یعنی مدار غیر خطی رو میتونستم با ان تا دیود تحلیل کنم. اگر ان تا دیود بود فرق نمیکرد. من مدار با ان تا دیود هم بلدم تحلیل کنم، یعنی کافی با جریان های مثلا جریان های دیود 1, 2, 3, 4 رو بتونم استخراج کنم. و بعد اگر جریان نقطه کار اینا رو به دست می آوردم، حالا برای هر کدوم از اینا تو مدار سیگنال کوچیک، تو مدار سیگنال کوچیک برای هر کدوم از اینا میتونستم مقاومت بزنم. آره مثلا دینامیکی 1، آره دینامیکی 2. حالا میبینیم. خب تو هوم ورکاتون خیلی میبینیم. سوالت همین بود. مدار سیگنال کوچیکم اصلا به این دلیل سیگنال کوچیک تحلیل میکنم که این تو این تیکه هیچ آنالیز غیر خطی نداشته باشه. اگر n تا المان هم بود باز همین کارو میکرد. برای هر کدومشون معادل خطی شده شون رو تو همون نقطه کارشون قرار میدادم. درست؟ ولی اونجا اگر اینجا n تا المان غیر خطی داشتم باید هر n تاشو رفتار غیر خطیش رو در نظر میگرفتم تو معادل سیگنال بزرگ. حالا دیود باشه، دیود رو میتونم یه تقریبایی بزنم، مثلا بگم این رابطه نمایش شبیه مثلا این یه ویانی عمل میکنه به این دلیلی که گفتم. چرا؟ خازنداش تو آنالیز دی سی باز میشه. آره اینجا اتصال کتا میشه فعلا برای ما در همین حد. آره. بعدن میبینیم دقیق ترش رو تو همین درس میبینیم، ولی فعلا برای ما تو دی سی کاملا مدار بازه که این یکی خوبه، ولی تو ای سی بعدا میبینیم کاملا شبیه اتصال کوتاه نیست. اگر خازن خیلی بزرگ باشه هست فعلا. آره حالا میبینیم مال دیفرانسیل نمیشه چون اینجا داریم آنالیزی که میکنیم آنالیز سینوسی دائمه. وقتی سینوسی دائمه هی یه چیزی هی داره تکرار میشه دیگه، بهش مال دیفرانسیل نمیگیم بعدا. خیلی خوب، تو خیلی از مدارها شما رابطه یه ولتاژ ورودی خروجی رسم می‌کنی، یعنی براتون مهم نیست. شما یه جعبه دارید، یه جعبه دارید که خیلی هم براتون مهم نیست توی جعبه چیه، فقط می‌خواید بدونید که ولتاژ خروجی بر اساس ولتاژ ورودی چجوری عمل می‌کنه. به این میگیم مشخصه مدار، مشخصه مدار توپول. مثلا یه شکلی ولتاژ ورودی بر اساس خروجی. خیلی وقتا دنبال اینی مثلا تو جعبه هم کار نمی‌کنه. الان فرض کنید که حالا همون مداری که مثال اول گفتم دو تا صفحه قبل، فرض کنید که همچین دیودی دارم با همچین مقاومتی،
این تو گذاشتم تو یک جعبه، باز خیلی برام مهم نیست توش چیه. من میخوام ببینم ولتاژ خروجی بس ولتاژ ورودی چجوری رفتار میکنه. یک محور اینجوری بکشم وی آوت رو بس وی این رس کنم، ببینیم این کار رو میتونیم انجام بدیم. یعنی باز شبیه همین کاری که درس قبل انجام دادین، این فعلا مشخصه سیگنال بزرگه دیگه، هیچ ربطی به سیگنال کوچیک نداره. این کاری که تو درس قبل کردین، دیود رو میتونم یک ناحیه‌های خاموش بگیرم، روشن بگیرم. حالا قبلا دیود ایدئال بود، این سبز بود، الان دیدید که یک کم تقریب بهتری بخوایم بذاریم، این شکل نارنجی هم در نظر میگیریم که این به اندازه یه وی گاما شیف پیدا میکنه. اگه بخوام خیلی دقیق‌تر بگم، مثلا میتونم اینو یه مقاومتی هم براش در نظر بگیرم. یه دفعه فرض کنید وی گاما 0، این دیود ایدئال هم درس قبل میشه. یه دفعه فرض کنید وی گاما 7. فعلا مدلی که دارم اینجوری. اگر بگه دیود یه آر آنی هم داره، این میشه اینجوری، یک آر آنی هم سری میکنم تو اون مدل دیود ایدئال که باشه. حالا این مسئله که یک دیود داره و دیود رو ایدئال میگیرم، حالا با وی گامای 0 یا 7 هم، تبدیل به دو تا نیم مسئله میشه. یک نیم مسئله برای این نیم فضا، فرض کنم دیود خاموشه، یه نیم مسئله هم برای این. مثلا حالا فرض میکنم دیودم تو ناحیه فوروارده یا آنشه، حالا خط و سبز بگیریم یا نارنجی فرق نمیکنه، به این معنی که داره جریان مثبتی از دیود رد میشه. حالا اگه سبز باشه یعنی ولتاژ 2.0، اگه این یکی رو در نظر بگیرم این ولتاژ 2.7. فرض کنید که فعلا 0 گرفتم و مطمئنم که آی دی عددی است مثبت، یعنی دیود توی ناحیه سبزش داره عمل میکنه، ببخشید توی ناحیه فورواردش داره عمل میکنه. به این ترتیب ولتاژ ورودی خروجی با هم برابرن، چون به هیچ افت ولتاژی به هم وصل شده. اگه وی گاما رو 7 بگیرم، ولتاژ خروجی 7 از وی این کمتر. ولی یه شرطی داره، همیشه این رابطه‌ای که دارم استفاده می‌کنم رابطه شرطیه. اگه تقریبا اینجوری بزنم برای دیود، دارم از یک رابطه شرطی استفاده می‌کنم. تو این خط آبی که اینجا هستم میگم جریان دیود باشه تو ناحیه فوروارد هستم، به شرط اینکه جریان دیود چی باشه؟ مثبت باشه. تو ناحیه ریورس هستم یا خاموش هستم، به شرط این که چی باشه؟ ولتاژ دو سر دیودم منفی باشه. این شرط هایی که باید چک کنم. حالا فرض کردم روی این خط قرار دارم، باید شرطش رو چک کنم که کی ها آی دی بزرگتر از 0. آی دی چون با آی که از مقاومت میگذره برابره و وی آت با وی این مساویه، شرط این که این اتفاق بیفته اینه که ولتاژ ورودی و خروجی، حالا من فعلا سر ورودی صحبت کنم، به ازای ولتاژ ورودی های مثبت حتما دیود چیه؟ توی این شرط برقرار هست، توی این ناحیه هست و توی ناحیه فوروارد. یعنی میتونم به ازای وی این های مثبت بگم منحنی میشکلی. هنوز تکلیف وی این های منفی رو مشخص نکردم. میتونم فرض کنم دیودم توی ناحیه ریورسه و شرطش اینه که، یا جریانی ازش نمیگذره، شرطش اینه که ولتاژ دو سر دیود هم منفی بشه. حالا بعدا میرم چک میکنم ببینم چه شرطی رو اعزام کنم. فرض میکنم که ولتاژ دو سر دیود هم منفیه. اگر منفی باشه، حالا دیود هم هیچ جریانی ازش نمیگذره، مدار بازه و ولتاژ دو سر، شرط این که توی ناحیه باشه اینه که ولتاژ دو سر دیود هم عدد منفی باشه. ولتاژ دو سر دیود هم میشه وی این منهای وی آوت. و چون اینجا مدار بازه، جریانی از این مقاومت نمیگذره، وی آوت چیه؟ 0. پس وی دی میشه چی؟ همون وی این. و شرط این که وی دی منفی باشه اینه که وی این منفی باشه، یعنی به ازای همه وی این های مثبت دیودم روشنه و یک رابطه خطی بین ولتاژ جریان برقراره، و به ازای همه وی این های منفی وی آ چیه؟ 0. یعنی منحنی مشخصه این مداری که اینجا گذاشتم، یک مدار توپورت گذاشتم، این شکلیه. حالا این مدار توپورت رفتارش چیه؟ غیر خطیه. باز این تقویت کننده نیست لزومن، یعنی هر مدار توپورتی بهتون بدن تقویت کننده نیست، ولی یک رفتار غیر خطی داره. رفتار غیر خطیش این شکلیه. تو این بازه تقریب خطی خیلی خوبه، تو این بازه هم تقریب خطی خیلی خوبه. یعنی بخوام تقریب بذارم، میتونم به ازای وی این های مثبت بگم رفتارش اینجوریه که وی این و وی آت به هم وصلن، این شکلیه. مدار توپورت هم معادلش اینه.
درست؟ به ازای اینجا. به ازای اینجا چیه؟ هیچی ربطی به هم نداره. باز هست. یا وی آوت هم صفره. اینجوری هم. وی آوت هم صفر. مستقل است که وی این چیه؟ وی آوت هم صفر. من میتونم مدار معادل خطی شده برای هر نیم تیکه، هر تیکه‌ای بگم. حالا یک مداری بود که یک دیود داشت. میتونست مداری باشه که انتا دیود داشته باشه. حالا اگر این خط نارنجی رو میگرفتم این یه شیفت اینقدر هم پیدا میکرد. ولی بازم شیبش یک بود و از وی گاما به پایین تر اون وقت دیود روشن و خاموش میشه. خیلی خوب. حالا این مدار به چه دردی میخوره؟ این اونو بعداً بیشتر می‌بینی. ولی یکی از کاربردهای این مدار اینه که فرض کنید من یک ولتاژ سینوسی به این مدار اعمال کنم. اگه ولتاژ اینجا سینوسی باشه، ولتاژ اینجا چیه؟ سینوسی یک طرفه شده. من چقدر وقت دارم؟ 25 دقیقه است یا 25 دقیقه وقت دارم؟ خیلی. من اگر یک سینوسی با دامنه مثلا اینقدی به اینجا اعمال می‌کردم، فرض کنید با خط سبز می‌خوام بگم، یعنی فرض فعلا با دیود ایدال، اگه اینجوری اعمال می‌کردم میتونستم نقطه یابی کنم، یعنی برم تو این لحظه از زمان پیدا کنم متناظر چی ام، برم همون لحظه زمان رو بکشم، دوباره اینجوری شروع کنم، اینجا پیدا کنم، ببینیم نقطه یابی، اگه نقطه یابی کنم چه شکلی میشه؟ به ازای اینجایی که مثبت همون میشه رابطه وی، به ازای اینجایی که منفیه صفر میشه. یعنی یک سینوسی بهش بدم، یک سینوسی بهش بدم این شکلی میده. به این مدار که از یک طرف ولتاژ رو انتقال میده، از یک طرف ولتاژ رو انتقال نمیده، میگیم یک سوساز. مدار رو یک سو کردم، از یک سو ولتاژم رو رد کردم، از یک سو ولتاژم رو رد نکردم. حالا اگر این یکی دیود یکم با تقریب بهتری در نظر می‌گرفتم، وی گاما رو هم در نظر می‌گرفتم، این ولتاژ هم همین شکله می‌شد، فقط اینجا بریده می‌شد. درست؟ این باید صبر می‌کرد به هفته هم برسه تا شروع کنه، زیر این صفر می‌شد. این دامنه تو ماکسیمومش هم به نظر من هفته هم کمتر از این می‌شد. ولی باز هم یک سو میشد، یه یک سوی یکم کمتر یک سو شده، یک کمی از ولتاژ هم از بین میره. اینجوری بگم. خیلی خوب، حالا این حد بزنیم به چه درد میخوره؟ چی؟ نه صرف نیست، یکم اومده این برتر دیگه، این باید دامنه باید تو این لحظه از زمان شروع میکنه، این تازه خروجیم صرف میشه. قبول داری؟ یعنی خروجیم یه اپسیلون بزرگتر از صفرش متناظر با این لحظه است، این لحظه هم یکم جلوتر. حالا حدس میزنیم به چه درد میخوره؟ درست قبلی احتمالا داشتین، مدار یک سوساز چی؟ بعضی موجا رو حذف کنم. آره یه کارش اینه، من اگر متوسط این سیگنال بگم چقدره؟ صفره. ولی متوسط اون سیگنال چیه؟ صفر نیست. نکتهش همینه، یعنی اگه بعداً من یک مداری داشته باشم که متوسط بگیره، میبینیم مداری که متوسط میگیره چیز آسونه، خازن این کارو میکنه. یعنی اگه بعداً یک خازنی هم به مدارم اضافه کنم، متوسط ولتاژ اینجا اول این طرف مدارم صفر بود، اینو تبدیل کردم به یک سیگنالی که دیگه متوسطش صفر نیست. تقریبا همه منابع تغذیه اینجوری کار میکنن، چون ولتاژ برق شهرمون سینوسیه. اینکه چرا سینوسیه دیگه باز یه چیز دیگه است، ولی به هر حال یک ولتاژ سینوسی دارم. این ولتاژ دامنه‌اش چقدره؟ دامنه بس دویست و بیست ضرب در رادیکال دو، خب؟ یعنی آرمس اینو داریم میگه. حالا سیصد و خورده عجب حساب کنیم. بعد اینو مثلا تو تمام چه میدونم تغذیه این
لپتاپ، این شارژر موبایلتون یه همچی دیگه ترانسی هست که این 300 خورده ای رو میاد یه عدد کوچکتری میسازه ازش. یک سینوسی مثلا با دامنه 10 ولت فرض کنید. بعد اینو از یک مدار یک سو کننده عبور میده، دقیقا همین مدار که اینجاست. و این سیگنال سینوسی که متوسطش اگر بگیرم صفره، تبدیل میکنه به یک سیگنالی که حالا اگر متوسط بگیرم چیه؟ غیر صفره. این متوسط گیرم با یک خازن میتونیم انجام بدیم. اون وقت یک ولتاژ نسبتا ثابت مثلا 5 ولت میذاره که تغذیه مثلا موبایلتونه. حالا اینکه چقدر خوبه بده بعدا میبینیم. ولی هست دیگه، این اینجوریه، این خط عمود بکشیم، فاصله این و این که نیست، فاصله این با اینه. حالا به نقاشی کشیدن من ببخشیم این دیگه با. ولی درسته، یعنی اونقدر مشکل عجیبی نداره. خیلی خوب، اگه بپرسم متوسط سیگنال سبز چیه؟ میتونیم بگیم؟ این باز از چیزایی که شاید تو درس قبل دیدین. ندیدین؟ متوسط یک سیگنال حساب نکردین؟ تعریف متوسط میدونین چیه؟ حالا تعریفشو ببینیم بعد دیگه. خیلی من یه سیگنال کلی دارم. فقط میدونم پریودیکه، یعنی از اینجا این یک پریودشه، هی تکرار میشه. تعریف متوسط سیگنال هم میشه چی؟ این اکس برس به تی، متوسط اکس. حالا اینجوری نشون میدن، اینجوری نشون میدن، هر جوری دوست داری نشون میدن. متوسط اکس میشه چی؟ تو یک پریود از اکس تی انتگرال میگیرم، این برای که دیمانسیونش همون اکس بمونه تقسیم به یک تی هم میکنم. خب تو سینوسی اولی اگر سینوسی می بود با این تعریف، متوسط یک سینوسی میشه چی؟ صفر. متوسط سینوس امگا تی میشه صفر. متوسط یک سو شده سینوس میشه چی؟ اینجوری یک سو کردم. اگه دامنه اینو بدونم مثلا وی هته چقدر؟ بعد سطح زیر این منحنی رو بدونم. سطح زیر این منحنی میشه چقدر؟ یه بار اول انتگرال بگیر، از سینوس انتگرال بگیریم از صفر تا پی دو با تا پی بس. یک پیوم دامنش میشه. حالا این یک سوساز نیم موجه. خب این یک سوساز نیم موجه، یعنی نیم موجه میتونستم یک جوری دیگه حالا مدارشو میکشیم. میتونستم یک کاری کنم که این نیمه پایینم هدر نره، اینجوری بشه. ببینیم یک سوساز تمام موج. اگه یک سوساز تمام موج میدونستم سطح زیر منحنیم چقدر میشد؟ دو برابر نیم موج بود. برای یک سوساز تمام موج شکل سینوسی رو یک سوساز تمام موج کنم میشه دو پیوم پیکش. یعنی این برای یه شکلی بود که این شکلی بود، این برای یه شکلی بود که این شکلی بود. این متوسط اینا رو باید حفظ باشین، یعنی اگه بدونین دامنه این چیه، متوسط این، یعنی اگه یه خطی بکشم که سطح زیر اینجا با سطح زیر اینجا مساوی بشه، این حدودا یک پیوم پیکشه. و اگه یه خطی بکشم که متوسط اینجا، اینایی که بالا هست با اینایی که زیر این خط هست یکی بشه، این تقریبا دو پیومه. تقریبا که نه، دقیقا این یک پیوم. معنیش اینه، معنیش اینه که اگه تو خط یک پیوم اینجا بذارم، سطح زیر با سطح بالا یکیه. اگه ولتاژ دنده‌اره ای بود متوسط چقدر میشد؟ یک دوم دامنه. این بدیگه چون نقاشی خط دیگه، من یه خط وسط بکشم این سطح این بالا با سطح زیری مساوی میشه. این متوسط یک دنده‌اره ای که بین صفر تا مثلا وی سی سی هست میشه یک دوم وی سی سی. حالا دو پیام از یک دوم بزرگتره چون این شکل معلومه، این زیرش بیشتر از بالاش، و یک پیوم از یک دوم کمتره. اگر این برای سینوسی بود،
اگه یه همچین ولتاژی به مدار بدم، مثلا یه ولتاژ اینجوری هر شکلی، میدونید هر شکلی هم میشه تقریب قطعی خطی زد. مثلا یه شکل دیگه بوده، من تقریبا اینجوری پله ای زدم، هر چقدر این پله هامو ریستر کنم تقریب بهتر میشه. برای این پله تو چه مفهومی هست؟ من اگه همچی ولتاژی داشته باشم، ورودی مدارم خروجی چه شکلی میشه؟ مدارم یک سو ساز بود، یعنی این که مشخصه ورودی خروجی داشته باشم قدرت زیادی بهم میده. یعنی شما اگر وی آوت بس به وی اینو داشته باشین، اون وقت به ازای هر وی اینی میتونیم بگیم وی آوتتون چه شکلیه. درست؟ لازم نیست به ازای این صد تا وی این مختلف جواب مدارتون رو بدین. من برای مدارم هم اینجوری بود، مثلا میدونستم اینجوری به ازای وی این های مثبت وی آوت و وی این عین همن، به ازای وی این های منفی وی آوت صفره، به ازای وی این های منفی وی آوت صفر، اینجا همش صفره، بعد اینجا وی آوت و وی این یکی میشن، دوباره اینجا صفره، اینجا یکی میشن. اگر رو همین شکل بخوام به ازای این وی این وی آوت رو بکشم، این شکلی میشه. قبول؟ حالا فرض کنید که من بجز این مقاومت آری که اینجا گذاشتم، یک منبع ولتاژ یک ولتی هم باید سری کنم. حالا حدس میزنید این مشخصه چه تغییر کنه؟ بنزه یک ولت شیفت پیدا میکنه این بر. به اندازه این جایی که دیود روشنه وی آوت میشه چی؟ همون وی این، فرق نمیکنه، این اتصال کوتاه میشه، این وی آوت میشه وی. حالا اون جایی که روشنه کجاست؟ باید جریان که از این میگذره اینوری باشه. اگه جریان اینوری باشه، این باید یه مینیمومی داشته باشه. این از یک ولت، ولتاژ وی این هم حتما از یک ولت باید بزرگتر باشه. به ازای وی این های از یک ولت بزرگتر، وی آت و وی این با هم برابر میشه. و اگر این خاموش باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه این خاموش باشه که این هیچ ربطی نداره دیگه، وی آت به وی این ربط نداره، از این هم هیچ جریان نمیگذره، وی آت هم میشه کی؟ یک ولت ثابت. مانند مشخصم تو این مدار جدید هم میشه. باز اگه مانند مشخصم بدونم وی آت برسه وی اینو بدم، خیلی قدرت زیادی دارم، هر ورودی بهم بدن میتونم خروجی رد کنم. مثلا یک ورودی این دفعه بزنید اینجوری بدم، یک دنده یه ولتاژ مثلثی بدم که بین منهای یک و یک تغییر، ببخش بین منهای دو تا دو بوده احتمالا تغییر میکنه. یک جایی هم اگه سطح یک ولت بذارم، حالا به ازای همه وی این هایی که از یک ولت بالاتره، وی آت و وی این با هم برابرن، و به ازای زیرش همش وی آب چیه؟ یک ولت ثابت میمونه، هیچ وقت از یک ولت پایین تر نمیاد. ما نمی مشخصم این شد حالا، و به ازای تمام ولتاژ های زیر یک ولت، ولتاژ خروجی یک ولت میمونه، و به ازای همه ولتاژ های بالاتر است. حالا میبینید با این یک سری دیود و منبع ولتاژ میتونم هر شکلی رو تقریبا به هر شکل دیگه دلم بخواد تبدیل کنم. قدرتش اینه. حالا یک سری مدارهایی هست مثل این یک سوساز، مداری هست که خیلی تکرار میشه، ولی بقیهش مسئله امتحانه. مثلا چی؟ آره تو این رنجی که جریان ها تو میلی آمپر میمونن. آره آره همه ولتاژ هم ولتن، اگر اون مقاومتی که اونجا هست مثلا در حد کیلو اوم باشه میمونه، مگر اینکه ولتاژ هم بشه مثلا چند صد ولت که ندارم، یعنی فرض میکنم ندارم، یعنی تو آزمایشگاه این تغذیه همون 30 ولته. خیلی خوب، حالا فرض کنید برای همچین مداری میخوام مشخصه وی آوت وی اینو به دست بیارم. این مدارم دو تا دیود داره و احتمالاً ماکسیموم 4 وضعیت میتونم مدار رو بررسی کنم، شبیه اون مدار قبلی که دو وضعیت روشن و خاموش برای دیود گرفتم. برای هر کم از این دیودها اگر دو وضعیت روشن و خاموش در نظر بگیرم، کلاً 4 حالت میتونم داشته باشم. اگر انتا بودن میشد 2 به توان انتا حالت. درست؟ من در بدترین حالت باید 4 مدار رو تحلیل کنم برای تحلیل رفتار این مدار. بعضی از این حالت‌ها به صورت بدیهی حذف میشن،
مثلا اگه دو تا دیود با هم سری باشن حتما نمیتونه یکی روشن باشه یکی خاموش، با هم روشنن با هم خاموش. اینجا هم از اون چهار وضعیت یکی از وضعیت ها حذف میشه، با هم نمیتونن روشن باشن، چون اگر با هم روشن باشن یعنی اگه این اتصال کوتاه باشه اینم اتصال کوتاه باشه، یک منبع 5 ولتی وصل شده به یک منبع منهای 5 ولتی، یعنی این یک دونه حالت از اون چهار حالت هم حذف میشه. سه حالت دیگر رو باید بررسی کنم، یکی که این روشنه این خاموشه، یکی که این روشنه این خاموشه، یکی این خاموشه این خاموشه. وقتی دارم تحلیل میکنم روشن و خاموش بودن، تنها نکتهش اینه که شرطهای روشن و خاموش بودن رو چک کنم، هیچ چیز دیگه ای نداره. یعنی وقتی خاموشه این بازه این بازه، ولی باید شرط این که ولتاژ دو سر این منفیه و ولتاژ دو سر اینم منفیه با همین پولاریتی که داره، یعنی ولتاژ اونجا منفی تر از اینجاست و ولتاژ اینجا منفی تر از اینجاست، شرطی که خاموش باشه، اینا رو باید چک کنم. یعنی فرض میکنم مدارم تو این وضعیت به شرط این که این باشه، هر سه این حالت ها رو چک میکنم و فرضامو مینویسم دقیقاً، بعد ببینم کجا مدارم چی کار میکنه. یک بار این کار انجام میدم، فرض میکنم دیود یک خاموشه و دیود دو هم خاموشه، به این معنی شرط این که این اتفاق بیفته، وقتی خاموش باشه هیچ جریان ازش نمیتره، شرط این که وی دی یک چی باشه؟ منفی باشه. وی دی دو هم چی باشه؟ منفی باشه، با همین پولاریتی هایی که اینجوری گذاشته. اگر اینها خاموش باشن جریانی از این نمیگذره، جریان از این نمیگذره، جریان از این شاخه نمیگذره، جریانی از این مقاومت نمیگذره، افت ولتاژ از سر مقاومت چیه؟ صفره. به این معنی اگر این تو این وضعیت باشن ولتاژ خروجی چیه؟ همون ولتاژ ورودی. قبول؟ این فعلا رابطه وی آی وی اینه، ولی باید ببینم به ازای چه مقادیری از وی این اتفاق میفته. یعنی کیها اگر وی اینم چه عددی باشه، وی دی یک منفیه و وی دی دو منفیه، وی دی یک میشه چی؟ اگه یک کی وی ال اینجا ببینیم افت ولتاژ دستر این که صفر، وی دی یک از این ور میره میشه وی این منهای 5، درست؟ وی دی دو میشه چی؟ از این ور میره منهای 5 منهای وی این. قبول؟ یک دفعه اینو منفی میگذارم، یک دفعه اینو منفی میگذارم، احتمالا به دو تا شرط میرسم. شرط اولی به میگه که این که رابطه مدار بود، وی دی یکم، شرط این وی دی یکم منفی بشه، وی دی یکم میگم از این ور اومدم کی وی ال نمیشم، شد وی این منهای 5. برای که وی این منهای 5 منفی باشه بعد وی اینم کوچکتر از 5 بشه، خود وی این و وی آت هم برابره، فرق نمیکنه بگم وی این کوچکتر از 5 یا وی آت کوچکتر از 5. این وری برای وی دی دو، حالا این کیویل رو این وری میتونم بنویسم، میتونم این وری بنویسم، فرق نمیکنه، این دو تا با هم برابرن، این افت ولتاژ دو سر اینم صفر. وی دی دو شد منهای 5 منهای وی این یا منهای 5 منهای وی اوت، این باید کوچکتر از صفر باشه. اگه طرف اینو ببرم اونور توی منها ضرب کنم، باید وی اوت یا وی اینم بزرگتر از منهای 5 باشه، یعنی به ازای وی این های بین 5 و منهای 5 وی اوت و وی اینم با هم برابرن. اگه تو این منحنی مشخصه بخوام نشون بدم میشه به ازای وی این های بین 5 و منهای 5 وی اوت و وی این هم با هم برابرن، یک خطی میشه با شیب یک، ولی این خط رو تا ابد نمیتونم ادامه بدم، نکتهش اینه، یعنی این خطم فقط تو همین بازه درسته. شرط دیگه رو چک میکنم، مثلا یک وضعیت دیگه فرض میکنم دیود یک روشنه دیود دو خاموشه، ببینیم چی میشه. این دفعه فرض کنید دیود یک روشنه دیود دو خاموشه، شرط این که دیود یک روشن باشه اینه که این جریان که ازش میگذره چی باشه؟ مثبت باشه، و شرط این که این خاموش باشه اینه که ولتاژ دو سر این منفی باشه. اینا رو دوباره چک میکنم، اگر این اتفاق بیفته، اگر دیود یک روشن باشه، وی اوت مستقیم وصل شده به این منبع 5 ولتی، یعنی وی اوت هم 5 ولته مستقل از وی اینه دیگه، ولی آی دی یک با این جریان یکیه، این ولتاژ هم که 5 ولته، آی دی یک پس میشه وی این منهای 5 ولت تقسیم به آر. اگه آی دی یک بخواد بزرگتر باشه باید وی این منهای 5 ولت مثبت باشه یا وی این بزرگتر از 5 ولت باشه، این شرط اینه که این روشن باشه، اما همزمان باید اونم خاموش باشه که حتما هست. چرا هست؟ چون وی دی یک اگه حساب کنم میشه ولتاژ از این ور بیام میشه منهای 5 ولت، منهای 5 ولت حتما این ولتاژ منهای 10 ولت دو سر این افتاده، درست؟
اگر این شرط اول برقرار باشه حتما شرط دوم هم برقرار. خیلی پس به ازای وین های بزرگتر از 5 شرط دوم حتما برقرار. به ازای وین های بزرگتر از 5 وی آت مقداری ثابت و 5 ولت. یه خط این شکلی میشه. به ازای تمام وین های بزرگتر. این ناحیه یکم بود، ناحیه دو بود. یه وضعیت سومی هم داشتم. وضعیت سومم این بود که این دفعه این یکی خاموش باشه، این یکی روشن باشه. این دفعه اگه این یکی روشن باشه من آی دی رو اشتباه نوشتم. آی دی دو این وریه. جهت فلش می‌گیره. با این آی دی دو، بعد آی دی دو عدد مثبتی می بود، وی دی یک منفی. اگه آی دی دو رو این وری بذارم آی دی دو باید منفی باشه، که برعکسش نوشتم وی دی یک هم باید منفی باشه. باز شرط این که آی دی دو منفی باشه اینه که وی اینه، این ولتاژه که میشه منهای 5، وی این منهای 5 یک جریان منفی بهم میده، یا وی این هم از منهای 5 کوچیک‌تر باشه. اگه شرط اول شرط این برقرار باشه حتما این شرط هم برقراره، چون دوباره ولتاژ دو سره این میشه 5 به اضافه 5. یکیشو اشتباه کشیدم، نه 5 به اضافه 5 درسته، و این ولتاژ حتما عدد منفی میشه. و به ازای ولتاژ های ورودی کوچکتر از منهای 5 اون وقت من ولتاژ خروجی منهای 5 ثابت میشه. به این مدار میگی محدود کننده ولتاژ. من اگه میخواستم ولتاژم توی حدی ثابت نگه دارم مستقل از اینکه ولتاژ ورودیم چیه، این مشخصه اینجوری. شما هر ولتاژی داشته باشین با هر دامنه ای تبدیلش میکنی به یک ولتاژ که تو محدوده 5 و منهای 5 فقط عوض میشه. فعلا بسته تا